بخیر بفرمایید قربان. متشکرم. سلام. اینا رو لطفا ماشین کنید. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. آخر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر خانم. لطفا اینا رو. ایرج. دو ساله که ندیدم. دلم برات یه ذره. بیزور ببینم چه خوشتیپ شدی. ولی هنوز بازم تو سری. رفیق خوبم. چقدر بودجه برای اینجا در نظر گرفتی؟ حدود 200 میلیون. البته تا 4 سال دیگه که اینجا کاملا ساخته بشه و آماده بهره برداری بشه. خوبه، خوبه. ببینم منو چه روی هم رفته چند تا قایق موتوری هستن؟ در حدود 25 تا که البته بعدا بیشتر میشه. خب از تو تا حالا من همه جا گردوندی و همه چیز نشونم دادی، اما نگفتی برای این باید عجله خاصی که بیام اینجا. حالا واسط میگم، تو این دو سالی که از شماها دور بودم و برای امور شرکت اومدم اینجا، تنها دلخوشیم راننده ای که دارم، همون لطیف که با هم از تهران اومدیم. خب اکثر شبا و روزا به طور ناشناس با هم میریم گردش، کافه، عش، اینجور چیزا. 6 ماه پیش یه روز لب آب داشتیم غذا میخوردیم که اتفاق جالبی افتاد. اون دختره رو عجب تیکی تمیزی. جرمی رو پول مثل میخواد بره رو پول از زیر پول مرغابی بگیره بلوان. جه میخواد خود کشونی کنه. خود شده. دختره رو نجاتش دادم. تفلک هیچ کسا نداشت. برای زندگی درست کردم. از بی کسی میخواست خود کشی کنه. بعدم عاشقش شدی ها؟ عاشق که نه، اما بهش عادت کردم. حالا میخوام که تو ببینیش، ببینی که میشه به پدرم معرفیش کنم یا نه. باشه. خیلی آقایون بیرخصی ایرج، هرچی تو رو نشناسه فکر میکنه که بوی از لاتبازی نبردی؟ میشه آبروی ما رو پیش خانم نبری؟ معذرت میخوام، الان برمیگردم. میخوای منم باهات بیام؟ نه مرسی. خب نظرت چیه ایرج؟ به تبریک میگم. اینجور زنها شانسی گیر آدم میاد. اون یه خانم واقعیه. حتما پدرت هم اونو میپسنده. جدی میگی؟ بفرمان قربان، امضا کنه. مرسی. خوش بذارم اینا رو اینجا رو قربان. اونجا بذارم؟ نه میذارم اینجا. میذارم. خب دیگه چه بخوای چه نخوای از این ساعت تو مدیر عامل هستی. ولی منو چه، من تو تهران کار دارم. مثل اینکه یادت رفته همیشه میگفتی به خاطر دل من حاضری جونتم بدی. آره ولی آخه قراره اگه پدرم موافقت کرد و عروسیمون سر گرفت 3-4 ماهی بریم ماه عسل. بفرمایید آقای مدیر عامل. این دیگه چیه؟ باید زیرش رو امضا کنی تا رسما حق امضا به شخص جناب عالی منتقل بشه. باشه. اینا بفرمایید. متشکرم. جانه استاد مقابلی حاضری استاد جان پشانه مگه چیزی داره میاد؟ آره داره میاد، خوبش هم میاد. یه ماشین مشتی قد کشتی نمیزنی داداش. چرا خدا یه چیزی بگو داداش. داداش حرف بزن. چرا خدا بگو چیزی. آی داداش بگو جای دشت دسته. بگو ای خدا آقا هرچی بلا تو ما نازل میشه. چرا خدا نگاشون کن واسه یه دقیقه بگو آقا چه بلایی سر ما آوردن. خانم من معذرت میخوام، من که تخمیه ندارم. معذرت میخوام واسه بابا جون بگم یه جایی برسونیمش. آی خدا جونم که بیچاره شدم. ای خدا حساب کنین ارزشم. شما لطف کنین بگین من چه خان یه در تشبیه بیارن اینجا. یه عرض مختصر فوری فوتی دارم باشون.
تو هم برون پشت فوری بکنی. چی رو بکنم بابا؟ زشت تو بیمارستان خیلی. چندن ازا چندن اونی که تو ایراج لطیف باز کار داره. برو بیر چیز میکنم. اوهای اوهای کجا؟ کجا؟ این دیدی تو هم در بردی؟ تو دفتر بیمارستان میخوان ازشون تحقیق کنم. خلاصه بهت بگم خیال جیم شدن از کلت بیرون بیار. فهمیدی چی گفتم؟ آره کاملا فهمیدم. دونه دونه ری میکنم. برو بعدم میام بهت میگم. برو من همیشه بعدم میگم. قربان خیر مقدم عرض میکنم. این چه ریختی؟ مامان چیکار داری؟ نمیدونین گیری چه ارقوهایی افتادین. از چی داری حرف میزنی؟ دارم از چی حرف میزنم؟ خب از این پسره دارم حرف میزنم که باش تصادف کردین دیگه قربان. میدونین بهش میگن ابرام بی گذشت. تخصصش زیر ماشین رفتنه. همین چند وقت پیش یکی از رفقای منه که راننده آمبولانس انداخت تو زندون. لامصب بد آخوریم زدم. خیلی معذرت میخوام قربان. تا اون دارین سر کیستون میکنم خلاصه. حالا ببین چیکار کنم. هاین راش همینی که بنده توشن. من میشم ارباب، حسابی هم دیوه نسبت میشه راننده بنده. وقتی میبینن که تیرشون به سنگ خورده مطمئن باشین که دیگه به کلی کوتا میان از خر شیطون میان پایین. اما اگه واقعا پسر چیزی شده باشه چی؟ بعد جوری تصادف کردی؟ خب این موضوع دیگه چه ربطی به ارباب شدن بنده داره قربان؟ حد اکثرش اینه که اگه راست رسید بلایی سرش اومده باشه تأمینش میکنن. از دتالی به عنوان راننده صبور دیگه اینقدر که به گردن کلوفت بنده حق دارید قربان. بری خیالتون راحت بشه بجر بیرن. یالا یفت جلو یفت جلو ببینم مطلب کن. یفت جلو یفت جلو احمق بیشور پسره یه بی ارزه یه بی لیاقت. ما پنگی جفنگی برخره زدی مردم رو نفره کردی. چند دفعه شما گفتم که من این راننده بیخواستت رو نمیخوام. بیرونش کنید بره آقا. حالا جواب این خانم چی باید بدم بنده؟ مسئولیت این قضیه با کیه؟ کی میتونه مقصر باشه؟ بذاری ببینم کجاتون درد میکنه خانم جون؟ این که همش لخمه لخمه آه 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 درد میکنه؟ چطور شد؟ نفهمیدم جریان چیه آقا چی باشم؟ چشم کنم ساکت باش این ارباب هم خیلی هم بد اخلاق. با پس خیال کردی من کی هم؟ عجب آقا پس این یارو اربابته؟ این هم لابد زنشه نه؟ اون وقت به ناف تو عزیزم عزیزم میبنده بابا. ای والا یعنی ارباب واقعی خودتی دیگه نه؟ قربان میبینین که خانم سالم هستن. بل بلی ما با خانم دیگر کن تشریف ببرین. من خودم یه جوری با اینا کنم. بل بلی مورد بل کجا تشریف ببرن؟ ماشین مورد آقا باز وای تو تومون بده. من حوصله ایستادن و چک و چانه زدن ندارم خانم. چک کنم زدن ولی چانه خیلی بفرمید. بگیرید این پول بگیرید باشه پیشتون برادرتون رو منتقل کنید به منزل. آدرستون رو بدید به راننده. من فردا خودم با راننده میام خونتون ببینم تصادفی مرده یا زنده. زرشک من شما از اینجا بری کور خوندی. همین که گفتم کردن بلا تا شیش ماه همین آشی بوده همین کاسه. دازه شما ها این برشو دیدین اون برشو ندیدین چشم بمیدین. آنه لپا نشکنه بازم ممکنه به درد میکنه. راستی نیدارم دارتون من اتمون بشه دیگه. ما بودیم که کاری نداشتیم. قرارمون اون بیخاصیت بود. ایشالله هر چیزی که شما هم یک کاری درست میشه. نه من زیادم رانندگیم خوب نیست. اونجام به سفارش یکی از آشناها استخدام شده بودم. یعنی هیچ فنی کلکی کاری دزدی موزی چیزی بلدی؟ بلا راستشو بخواین نه. قبلا خونه یکی مستخدم بودم. بعدش هم که راننده. به پسی بدبخت خونه شاگرد. حالا اومدی اینجا بگی چی غیر رو نیم چه سر صحبت کردنه بی بگی بیشیم بابا. نه خیر آدم همین طوری بی خودی که سرش نمین درده بیاد جای آمو لابدی یه فکری داره حتی میخواد کت شلواری بمه به دوستی. تو اومدن من به اینجا اول بی کسی بود. صبح که گفتن اخراجی دیدم هیچ جایی رو ندارم برم جز اینجا. خیلی خوب کاری کردی منوچهر خان. مگه کسی و کار یعنی چی؟ دلی چی کنو خب ما تو رو بی... حالا تا وضعت رو برانشه مسئول زندگی تو ما هستیم. تو این معامله خوب گیر ما اومده. چهار تایی با هم دیگه میخوریمش باشه؟ اشتباه شما اینجاست. اشتباه شما همینجا. کجا؟ اون چکی که دست شماست قلابیه. منم به علت اعتراض اخراج شدم. قلابی؟ لا به خدا شیردونشو بکشم بیرون. من از اون بیده این نداره. اون منو بیرون کرده. شما هم که رضایت دادین فکرهای دیگرشم کرده سپرده طرف شرکت راتون ندن. من اومدم اینجا تا یه نقشهی بکشیم و یه جوری ازش انتقام بگیم. خدا جونی میبینی گوهر خانم هی نگم خوش که معامله کن خانم چکی گرفتن ناکس اگر گیرم بیاب خرخره چه میجبم کرکره تن بیاد. حالا دیگه خونتو کسیف نکن. این حرفا فایده ای نداره. من اونو میشناسم و میدونم چطوری جیگرش آتیش بزنه. چطوری؟ ها
راهش اینه که اول منو را بندازین و راه و رسم و دوزه کلک کارتونو یادم بدین تا منو بهتون بگم. درس اول عبارت از نشق کشو چرا یه با دست خالی اومدن و باجی به پر رفتن. حالا نگاه کن اینجا وایسین ببینین من چی کار میکنم. ببینیم داداش دیگره تو براست چکی چندی هرچن به سر وزد نمیاد اما ای چکی معامله کنیم حدود 70 آقای ابوالهول اونجا وایلسی میخوام یه چیزی بدم دستتون. ببینم تو فله تو جیگر باز بزنی یا نه؟ والا نمیدونم امتحان نکردم. خب امتحانش مجانیه. آره تو کفی چی بذاری؟ هر کسی توی این زمونه دنبال کاری ربونه این بساطه تنگ و بنگه اشکلده که یه لقمه نونه از تو روز کن دا و رو داد باد باد میزنین باد یه لقمه به برکی کر باد 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 میزنین باد از تو روز کن دا و رو داد باد باد میزنین باد یه لقمه به برکی کر باد 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 میزنین باد آقای صاحب کمال خانومی خوشکت تو خلی من میتم دل و جیگر تو بیت پول حلال از تو رو خون دا و رو دا 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 میزنی باد دل و پل بر و جیگر باد 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 میزنی باد از تو رو خون دا و رو دا 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 میزنی باد دل و پل بر و جیگر باد 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 میزنی باد برای من قالب اطمینان پلیت باشی ببینین بریم بریم شما هم تا ساکت نشستین تا یارو از راه برسه و پولارو بردار و بره بریم یک کاری بکنیم آخی عباس بریم نذاریم پولارو مفتم و سلم بالا بکشانیم پولا حق ما آره بریم آخی دل گولی بگو جیگر باعتی 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 ست نما چه گل بگولا به من میگه چی گل بگولا شما کارتون نباشه اگر خبری شدم شنا فلنگی ببندنی بریم خونه حالتونی کجا؟ خانه یکی جا به تو چی کجا؟ حالتونی؟ به همین سادگی اومد این کاسبیه ما رو تخته کردین و چیم چیم؟ حالا با زبون خوش هرچی ها چنگ ما در آوردی رد کن بیا برو بابا حال نداره ایتی که دوران گردن کلوفتی گذاشته منم که میبینی آخرین نسل شجاعان بینو بابا میخواد بره کتک کاری بکنه حبت کتک خوردن کرده چه میکنی؟
بابا بیا برگردیم بریم کمکش. بابا چونه دقیقه سب کن تا آبا ازاد سیابه بینو فتی دیدی پولا پولا پیشونه بود تو قدر پولم پیشونه باید نیجا پیشونه بیدیم یالا بچه ها فرنگو ببندیم منه آبا اینقدر مشروب نخور از مسکرده که چیزی درست نمیشه آب شده و تو زمین فرو رفته شاید اتفاقی براش افتاده نه اگه اینطور بود حتما با من تماس میگیره راحت نکن عزیزم بالاخره یه جوری میشه چه جوری میخواد بشه تو این یک سال که تو رو فرستادم اینجا میدونی چقدر خرجت شده 40,000 تومان یعنی همه یه پس اندازم من که از روز اول بهت گفتم ممکنه نقشمو نگیره هنوزم دیر نشده بیا از این مطلب بگذر و با هم بریم یه گوشه یه زندگی کنیم من تو رو اینقدر دوست دارم که حاضرم با نون خالیم بسازم خوشبختیمونو به هم نزنی رج من تنها چیزی که میخوام توی خورش دیگه بوده بیاره شکل بوده قل پور کرده بوی میده خیلی از که همه چی آوردم شروع بکنیم حمله نوشه جو اول یه برای اوسی تا بیزارمی بعدش این برای خودم نوشه جو گربون تو اما بخوردیم تنه ده گروس نمونه ها وا منوشه خواه چرا شامی تو نمیخوری؟ مرسی ملت میل ندارم که نشد ها اگه نمیتونی بخوری بذارم دهنت ها نه باعث رحمت شما شد ای بابا فکر این چیزا نباش فکر تن و بدن کوف رفتت باش ای بابا نمیخواد اونی فکره بکنی تو که پولای خوشگلی بکنی که پری پری زدن رفتن اصلا اشتهام کور شده به جون مامانم نفهمیدم اشتهات کور شده ها آره والا کور شده چه اشتها نداری ها پولا رو رد کن بیاد بدونی پولا رو دیلت خوشی یعنی تو نمیدونی همون پولایی که وقتی کار تموم شد رفت تو جیب باکی یادم رفته بود چه خوبی شده دست رو بکنار دستمی کنار دست رو بکنار بابا اینجا این بر گردش ممنوعه بابا بکن اینا رو میگم این تو صندوق نسوس بوده مثل که یه خودشم باده بردی اینجا کلامه بر ندار آها بسر ندار دیگه بیا همه شو میخواد کلای آدم برداره بسرم حالا پاتو دراز کن یه خود خار و خاشاکم رفته تو جورابه نکن بابا جورابم به امید دست نکنی بفرما خب استاد درسم خوب روون شدم این درسا رو تو همیشه روون بودی آقا امو به موت قسم اگه این کارو نکرده بودم الان یه پاپاسیت کاتبی امروز نمونده بود اینا بچه دیگه من که نباس رو بال اینا بپرم آره بابا حق با توه من همیشه گفتم خدا رو شد که بین ما اقلا تو یه چیزی شد قربان اصوصا خیر خواهد اینا همش میره تو قلت همش؟ آره فهم خودمونو که اونا بردن قلت دیگه چیه؟ آخه آقام قلبش عیب داره داره. قرار شده هرچی که در میاریم نصفشو بذاریم کنار واسه پول عملش فکر کردیم تو قضیه تو یه چیزی گیرمون میاد که اونم تو زرد در اومد خوش بگیر اتران رو مثل ترمز کنیم خوشی نیست که دواریه سلام علیکم آرین، احوالین، کتورین سلام لطیف، چرا قد دیر کردی؟ ایرج خانو تا بردم دوم شرکت طرفی یو پیسی دم شلوخ شدیش کسی که بویی نبرده نخیر، ولی ایرج خان خیلی ناراحته بله خب، عیبی نداره بله تو بهش بگو میدونی من کجا هستم بله. اما آدرس رو بهش نده نمیخوام کسی اون طرف آبید آخه قربان واسه چی؟ من باید بفهم چرا جناب والو با این ابرام بیگذشت این گدا گوشته ها زندگی می نمارید آخه برای چی؟ چه تیمه؟ تو کاری به این کارا نداشته باش لطفی هر کاری که بهت میگم انجام بده چشم قربان بگ چشم قربان بگ بیا این کاغذو از طرف من بره به ایرج اون بهت مقداری پول میده بله. میشه خودت نگه دار بله. زمنان مراقب باش هر وقت ما از خونه میایم بیرون و هر جا که میریم مثل سایه در تعقیب اون باشی اما احتیاط کن کسی نبیند سایتم کم نشه ولی واسه چی من باید مثل سایتون بشم گل من بری یا سوار شو منو برسون نزدیکای خونه گوهر تو ماشین واسه میگم برای چی بفرمایید سوار بریش باز کن دارم خواهش میکنم آقای میلیونر گشته که تو گفتی سلام گوهر خانم سلام کجا رفته بودی؟ صبح که پاشدم شماها خوابیده بودین بکردم تا شماها بیدار میشین برم نون بگیرم تا صبحونه رو با نون تازه بخوریم خوب کاری کردی بریم تو
خیلی خوشم اومد. مدتی بود که دلم میخواست صبح که از خواب بیدار میشم ببینم مرد خونمون رفته برامون نون تازه گرفته، ولی ابراهیم هیچ وقت این کارو نمیکرد. خب عیبی نداره، از حالا به بعد من هر روز برات این کارو میکنم. برو صورت تو بشور، پوله رو گذاشتم روی شیر. بلی یه خبر دارم از اون خبرهای مهم تر. چه خبری؟ ببینم مشتلوغ میرسه که خبر بدم یا حرفتا بسن اجازه بینیم اینی بخونه داشت بفهمی ای مشتلوغ داداش من دوست عزیزم، ماجرایی که برام به وجود اومده اینقدر منو به خودش جلب کرده که بدون اراده به دنبالش میرم. ازت خواهش میکنم پیگیر نشی تا بدونی کجا هستم. فعلا در حدود 10,000 تومان توسط لطیف برام بفرست تا بعد. کسی که دوستی تو رو فراموش نمیکنه منو چه کرد. پس تو میدونی که منو چه خواهد کجاست؟ بله قربان، اما گفته بودن که با کسی حرفی نزنم. جنوبی هم که میدونی من آدم خیلی توداری هستم. به بله بسیار خواهد بر تموم بلو بره گوشی که مستو مثل که بابا من بفرمی سلام علیکم ایرج خان کاظم نه خیر رفته بیرون فرمونی کار مهمی باش داریم خیلی خواهد شما بفرمی من بهش میگم نون آفتار اطاعت ایرج خان بود یه کار نون آبدار واسه همون در نظر گرفته یادشی بسید بچه بیامون خط بادی میکردی را به خوی هم سمایی جایی بزنه چون محکم باشی نماز بعد اون داری نگران شد درست درست میشی آقا یه پیه دوز یه جفت کفش میخواییم بدوزیم خیلی هم احلا باش به قیمت شم میشه یه جفت کفش دوزی کنه حبی دوزی؟ همه چیزش چپکیه کپش میکی میخواد دید بزنه ریت میزنه کپش زنانه برای دید بزنه خب بابا چیز مشنگیه داریم ما میدیدیم ببین از اون کپش ها خوشت میدید کاری؟ میخوای برات بدازمش من میگیرم کاریت نباشه با ابراهیم بریم یه گوشه این تو من کارش بکنم این تو چیه؟ چی جور چیه؟ کپش قرمان بریم ابراهیم کپش بله کپش لینگ بلینگه است یا دو لینگه است؟ نه چونم کپش دو لینگه است یعنی یه جفت کپش بله یه جفت کپش یه جفت نرماده نداری که مثلا یه هم بریزیم زیاد شید ای آقا چی کار میکنی؟ تو مردو یک زنگیدی تو زنگیدی همه زنگیدی یه برمه دارم این یکی این دوتا این سکتا این چهاره میشم من از گل روی خودت دیدم که شب بیام حضور در منزل خاک بسته چی دسته بود میزدی میها مرده از خستگی به خدا من دیگه یه قدم نمیتونم را بیام این کفشای دزدی پدر پامو در برده مردم خیلی خسته شدم میخوام اون ماشین رو واسه بدوزم این کارش آفدی یه اندی کافت دوستی ها این بابا نه اتفاق من از رنگش خوشم نمیاد نمیچه خان زیرشکی راه راه یا علو بلو باشه قشنگ تره فعلا قشنگ نمیاد باشی کیا داره رفتن بهتره مردون بدارم دوازده سالم بود که پدر مادرم رو از دست دادم. ای بابا چه بدبختی ها که نکشیدم. شبا از گشنگی تا صبح نمیخوابیدم و زمستون از سرما سگ بغل میکردم. ما بیالاخره از کارای تو سر در نیاوردیم. هرچی فکر میکنیم و نمیفهمیم چی کلکی تو کارت بیاید. چطور مگه؟ رو کن میتونی نیاد این قضا زیرنگ باشی. مگه من چه؟ مگه مردم از پشتی بیتونی کپش میدوزدی اونه مثل فیلم نشولی؟ خوبه خودت با چشات دیدی چه شیرین کاریایی میکرد. میبینی رفیقی قبولی دارم از من خطیم تری ولی بیا و مردونگی کنو چله که خانه تو با اجازتون پرنسس کوفر خانم ما میریم زفت صوت رادیون و مادیون و ماشین با کنیم و به نشت نزدیک چه داره دارم نداریم چی شد که یهو به این فکر افتادی؟ نمیدونم همینجوری کنم دختری که با ما زندگی کنه به اشتباه میکنیش تر فکر کنی زودتر پیداش میکنی من از کارمون فارغ شدیم اینام دیری کردم هنی
شماها برین خونه، من ماشینو چند تا خیابون اونورتر ول میکنم و بعد میام. تو رو خدا مواظب باش نگیرنت. خیالت راحت باشه. زود برگردی ها. خدافظ. خدافظ. خدافظ گوهر. خداحافظ. زود برگردی آقا. یا بریم. امیدوارم همونطور که ماشین سربیت نیست میکنی خودت تمه سربیت نیست بشین که نوبرش آوردی. تو چرا تازگی ها اینقدر بدقلق شدی ابرام؟ چی شده؟ من این بدقلق بده شدیم. تو عوضی شدی میگن نوکی میاد به بازار کوه نمیره لاله را. تو چی داری میگی اصلا؟ باشی بعدی باید حرفی میزنیم. تو برو خونی من نوزیاله سر تمه پایین باشی. سلام شاکر، دستی به درد نکنی یه نون داقی بیتی بی ما باش ماری ابرام، میگم مثل اینکه خبراییه. آره خره داغ میکنن. خودم فهمیدم. از کجا؟ اوست خره تن گوهر بود. شما کی هستی؟ سلام کنید، سلام کنید. ای گوهر دست گوهر اگه ساکت نشی و هرچی میگم گوش نکنی در باباتو میدارم رو سینه. شما کی هستین؟ چی میخواین؟ بیداد قال دهنشو ببندین. آخه واسه چی؟ همین که گفتم بی انصافا بلش کنین. شما گارتو بلند رو بردن دارم. اینقدر شروع برسید دکتر ساکت براش باید این رو قاش کنی بازده زود باشین برای شروع این ببرید نگفتم خطر کن یلا علی این نونه بگیری بذاره تو تمومه گرمه بمونه تو رو بخدا برو بکنه می ابرام ابرام جان آقا ابرام تکوه نمی کجا داری میری سر بالا کجا داری میری سر بالا سرچت باش کردیم خمیره کردیم فرستادیم نونبایی بفرستیم بود باشین عجله کنیم من بابا روزم این آرزی شده میترسم بنایی سرش کنیم ابرام منو گوهر با ماشین میریم پن با موتور بیا عجله کنیم زود باشین شما با اطول منه با موتور بریم ابرام ازی گوزش کنیم نیست جنبولی چیست بریم اینجا بریم رو ببینیم نارو میبینید نارو میبینید حالا نمیبینید من نارم قم اصلا بی خاطر بکن جبه نکنی چیزی مهم نیست اون حالش خوب میشه میترسم ابراه میترسم بمیری نه ترس گوهر اون چیزش نیست ترسیده نه منو چیز
اون مریضه، ممکنه بخوان عملش کنن، از همونش میترسن. با عملی نیست که عملش بکنی، یه خیلی دیدم حالش خوبش چیزی من. چی شد آقای دکتر؟ حالش خوبه، چیز مهمی نیست، ولی باید اونو عملش کنن، نگران نباشید. چی دکتر؟ کی باید این کار بکنه؟ هرچی زودتر بهتر، چون اگه دیر بشه ممکنه قلبش از کار بیسته. ممنون آقای دکتر. چی شدی؟ چی شدی؟ باید عملش کنن. نشدیش کجاست؟ چطوره هرچی داریم ببریم بفروشیم؟ همینی؟ همچینه هست میزنی انگار شونست تیکه قالی کرمونه داره بیده خیلی دیگه دارو کسی نمیخره تسن دو خیلی. آره راست هم میگی عجب گرفتاری شده ما. آره ببینم ابرام، تو نمیتونی هر یکی قرض کنی تا بعد مش بدی؟ نه 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 دلشی خوشه دختر، کسی به من دوزی نمیده ببرم کلندری خودم میگیرن، اون وقت میخوای پولی قرض بده. آخه پس چیکار کنی؟ یه جوری باید این پول جور کنی و اینا بابا میمیره. نمیشه بدم دوزدی که چون کار نیکی نیست. پیداش کردم. چی رو؟ پول؟ نه راه پول در آوردن رو. میتونیم بریم دوزدی؟ بیداد دوزدی؟ آره ارباب من عاشق پولاشه، اونا رو هیچ وقت تو بانک نمیذاره واسه اینکه همیشه پیشش باشن. خب منم که تمام سوراخ سنبه‌های خونه‌ش رو بلدم، شب میریم و کار پولا رو میکنیم، یعنی از گاف صندوقش میدوزی. دور خدا جوجه پاییزه رو میبینی تا دیروز بلد نبود قربله که دست بگیره، حالا میخواد گاف صندوق عیون اشراف بدوزی. مچه خوبه که صحبی با چشای خودت دیدی چجوری کفش رو از ویتین یا روزه. آره واسه همینه که من کفش نمیخرم چون میترسم این بدوزه. با همه این حرفا ما یکی که نیستیم الوداع. بشین بابا. مگه تو اون مچ؟ اما تو این یکی دیگه اصلا نیستم. اما من بی شماها نمیتونم این کارو انجام بدم. اونجا خیلی پوله، استاد شفی باهاش معالجه میشه، میتونیم یه خونه بزرگ بخریم، کجا که دلمون بخواد میریم. عجیبه کتو خاله یه دروش دیادم هم. زهله تره که میکردی نفکردی نقریبه. سلام علیکه برام. سلام. واس چی اونچه نشستی؟ مثل مار نشسته بودیم رو گنج تا رنج مویسر نشده. نگرشتی چی کار میکردی؟ بابا میگم خنگ میگینه واس اینی که اگه اتفاقا ببرده باشن و حلو بریزنه تو خونه نتونه پولاره گیری بیارن بریزیم روش احلنه. یعنی فکر میکنی یارو ما رو شناخته باشه؟ نه بابا، یارو بدون عینک دو قدمشو نمیتونه ببینه. بازم اگه چالش بکنیم بهتر است، واسه اینی که کار از محکم کاری عیبی نمی. باشه، هرچی تو بگی اوستا، برزیم روش کنم. ببینیم گوهر، فکر به کار اوستا شفی او دادی یا نه؟ آره، پول مریض خونه رو دادم، قرارشو چند روز دیگه عملش کنم. یعنی کی میتونی باشی؟ نه ترس بابا، حتما یکی کارمون داره، گوهر جون ببین چیه. باش. این میگم بابا، بالا رفتن از دیوار مردم تو خطی کار ما نیست، تون باش خاکاره بریزیم روش دفت میشه بکنیم. کی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ هنی؟ نشناختمش، یه نفر این کاغذ رو داد به همون رفت. کاغذی؟ بدی ببینیم چی میپیشتی؟ بابا تو که سواد نداری بریش نه؟ بابا بله ملاقاتی دیگه بله مونی. آقای منوچهرخان عزیز، از آرتیست بازی دیشب شما و اون خانم و آقا هیچ خوشم نیومد. به قدر کافی به در و دیوار اتاق من جای انگشت شما هست که برای دستگیری هر سه نفرتون دلیل باشه. اما من برای اینکه کار مهمی در پیش دارم فعلا شماها رو لو نمیدم، در صورتی که ساعت 12 ظهر امروز گوهر در رستوران قصر فردوس به مد خیلی بده شد. چرا منو به نهاری دعوت نکردی؟ عجیبه چجوری منو دیده؟ چه چیزی
داره که تو اون تاریکی ما رو شناخته؟ بابا چشش تیزبین نیست، هیزبینه، بهتری فراری برقرار. فایده نداره، هر جا که بریم پلیس گیرمون میاره. میدونستم ارزشو نداره. شروع کن خاکار بیزی. بابا چرا همچین کنی رو خراب کن آخه؟ بابا خدا جان اینا چقدر خنده میخواد. باید پولا رو بزنیم بهش بدیم دیگه. شاید اون پولا رو نخواد، اول بذار گوهر باش حرف بزنه، ممکنه کار دیگه ای داشته باشه. من نستم میگه بابا، ساعت چنده؟ چیه ساعت مونده به زور، را بیفته. ماره ببینی که اقمونو دست کیا دادیم، خدای آخر اقبتیمونو با این عوضی ها به خیلی بکن. بیا داداش، قربون شما. اصلا برو خودت نیار که دیشب چه اتفاقی افتاده. باشه که اومدی تا حساب اون چه بی محلو برسی. خلاصه طلبکار باش، فهمیدی؟ میفهم چی میگی. ای صبر کن. وقتی میری تو دست چپ کنار پنجره. اون همیشه اونجا میشینه. منم همینجا هستم. اگه کاری داشتی فوراً خبرم. باشه. با کی کار داشتی؟ منه؟ یکی بذار بیا تو آقا جان، خانم با من کار دارن. اون خانم با من کار دارن، بفرمی تو راهنماییشون کنید. بفرمی ببین جلو 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 خانم باشم از دارن. بفرمی جلو گیره پیپسی مردمش کنید. پیپسی سمیدی من افرد. بفرمی بیشه آقا هرکی با من کار داشت بفرمی تو راهنماییش کنید سری میزه من. بفرمی خیلی مدرد خیلی باید یه باشم. خب هست کنم حضور تکه اشتورتت میگه هست کنم گوشی بینید جلو گوشی بینید جلو بله شب پشت گذشت منظور منظور من چطور نمیفهم خیلی ساده است اون پسری صاف اومد بر دست شما ها شما ها ورده شما خونه من دزدی اسم این کار چیه اگه نمیتونی اسم این کار بزنی اجازه بدین که بنده کتم رو صاف بکنم و حضورتون عرض بکنم چه اسمی داری اسمش نمک بحرومیه ببینم از چی داری حرف میزنی دیگه نمیخواد بزنید زیش من با دوزی دیشب شما به هیچ وجه کاری ندارم یک اتفاق خیلی مهمتری افتاده که باید اون حواستون رو جمع بکنید فهمیدید یا نه؟ من نمیفهم چی داری میگی دیشب جعفر خدمتگار مخصوص خودم یعنی نه مخصوص خودم مخصوص خانم و بچه ها فهمیدید؟ بس خدا رحمتش بکنه به دست منوچه زرتی مرد تون زد و خورد مشت منوچه خورد تو آبگاهشون بدبختم بلا فاصله راحت جون داد پلیس دنبال اونه یعنی دنبال منوچهره منوچهرم که خب پیش شما هست دیگه فقط کافیه که من لب تر بکنم و بگم که کار اونه مگه تر نکنم وزدی و قطعه شما ناردش هیچ ناردش تو قطع شریک جور میشتیسی فقط میدونی چه فقط اونه که محاکمه میشه و بلا فاصله همچی زیرتی کلش میره بالای جاد اما یه چیز دیگرم بگم تو فکری تر تمیز خوشگیری دختر جم آره؟ مثل یک مرگواری دیمونی که اینقدر تو لجن افتاده باشه همون دفعه اول که دیدمت به خودم گفتم که توی عمرت زنی به خوشگلی و وجاهتی ندی واسه همین من خاطر خواد کردم من میخوام باید یه معامله انجام بدم یک معامله آبدار تو مال من باش و منم منوچهر رو لو نمیدهم تا فردا بهت وقت میدهم که خوب فکراتو بکنی در غیر این صورت مجبورم خودم فکر کنم فردا میای دفتر پیش من که ترتیب اون معامله رو باید بدم بسته دیگه پس معامله معامله هم بذاری تو بعد از تلو که آفتاب لب بوم اومد توی شرکت منتظره چی شد؟ چی؟ چی کارت داشت؟ آخه بگو چی کار داشت؟ چی بهت گفت؟ چی بابا؟ کار مهمی نداشت گفت باید فولا رو پسش بدیم تا ما رو لو نده این که اون همه آرتیس بازی نمیخواست چه میدونم؟
خواهم. من اشتباه کردم، اما قصد بدی نداشتم، باور کن. گوش کن آقای مهندس، تا یه چیزی رو واسط بگم. من یه موی ابرام آسمونچه رو که در تمام مدت عمرش برای یه دفعه به این دروغ نگفته با صد تا آدم دقل و ثروتمند مثل تو عوض کنم. گوهر، و از این به بعد دیگه اسمم رو به زبون کفتیفت نیار. بفهمید ببینم مرچه خانم آدم بلی. شما چند لحظه پشت پشت باشید. چرا؟ خوشحالم از این که برگشتی. زینه توی این مدت خیلی ناراحت بود، خیلی گریه کرد. دوری تو واقعا داشون از پادر می آورد. من میخوام از این شهر برم ایرج. کجا؟ هر جایی که باشه، هر جایی غیر از اینجا. آخه برای چی؟ علتش به خودم مربوط میشه. زینت هم میبری؟ نه، تنها میرم. هرچی که تو بخوای منو چه. خودها پیش از همون موقعی که هر دو بچه بودیم، هر کاری که خواستی انجام دادی و هرچی که گفتی من اطاعت کردم. ولی این ظالمانه است منو چه. کی؟ این که یه دختر بیکسه کاری رو بعد از مدتا که با تو تو این شهر زندگی کرده و هزاران امید بهش دادی برش کنی و بری. هیچ فکر کردی که بعد از تو من دیگه حال دیدن کسی رو ندارم ایرج؟ بهت بر نخوره دوست من، فقط به این جهت میخوام از این شهر برم. برمیگردم پیش پدرم، ازش میخوام که یه فکری برای اداره این شرکت بکنه و بعد از این دنیای شما ها میرم. میرم به جایی که هیچ چیز و هیچ کس برام آشنا نباشه، حتی خود نظرت عوض بشه. باشه ایرج، بهش بگو حاضر بشید. هر جای دنیا که بری، هر چه قدم که دور باشه، به محض این که اراده کنم حلقه به گوش در خدمتتم. دوست خوب من، خودتو نگران نکن، الان ترتیب همه چی رو میدم. چی شد؟ خیلی مراقب باش، همه چی درست شده، فقط یه خود زرنگی میخوای. خیلیت باشه، کاری میکنم که وقتی به تهران میرسید اسم دخترم فراموش کنی. ببینیم و تعریف کنی. روزونی که دارم خسته دیگه تیگه نکن دنیا با آخر نرسیده. برای من رسیده ابرو، من اونو خیلی دوست داشتم، همه چی خراب شده ابرو. فکر میکردم زنش میشم و از این در به دری نجات پیدا میکنم. فکر میکردم مرد خونم میشه و یه اون همه جا بالام در نیست. چه اشتباهی کردم. از اول میدونستم اون تیکه ما نیست، هر چی گفتم باورت نشد. از همون برخورد اول بدی به دلم نشست. چشاش هیچ وقت بهم راست نگفت، همیشه منو میپیچونده. خیلی تو نقدم که بفهمم کی و قضیهش چیه. ولی زرنگتر از اینا بود که خودش لو بده. ولی خوب از اونجا که همیشه ابری زیر ماه نمیمونه، دستش تو شد، شاید این شانسی منه بود. یه قول میدم که از این به بد نظرم آب تو دلت فکونی بخوری. مثل اینکه آقا عملش تموم شد و حالش خوب شد، دست همو میگیریم و از این شهر میریم. من واسه خودم یه کاسبی آبرو، من رحمی نظم و تو هم میشینی توی خونه و آپاچ جارو میکنی. چی داری میگی ابرو؟ آره میفهمم، قبولی کن که منظوری نداشتم. خواستم اگه میخوای برم پیشش و باهاش حرفی بزنم. نه ابرو، من دیگه آدمی به اون اسم نمیشم. از بابام چه خبر؟ مردنی نیستن الحمدلله، به نظرم که فردا میخوان عملش بکنن. تو خیلی خوبی ابرو، ازت میخوام که هیچ وقت منو تنها نذاری. به تو قول میدم، قربونتم میرم. دیگه لطیف، ما رفتیم. خدا پشت پناه بشه. تو برای من دوست خوبی بودی، کارام که راست ریز شد بهت خبر میدم که بیای پیشم. گربونه دیر کت بوسه. متشکرم. کل بوسه.
دماغم سر خوابی نجون فعلا خداحافظ به سلامت به امان خود به سلامت به سلامت اون بیرون باتیما مرد سلام سلام باش الهی قربونت برم بابا جون دیدی که بالاخره حالت خوب شد آره دخترم خوشحالم از این که زنده موندم و دوباره میتونم شما ها رو ببینم مادر شکر خدا نکنه این حرفا چیه امور جان شما باید 200 سال دیگه اون بکنی باید بالاخره یه روزی گوهر عروسش کنی به کسی خونه وقت اون وقت من و تو میمونیم تو پای سور و ساعت هیچی دیوایی چش خریدم بریزم بفرمایید میخواستم بدونم که میشه ایشونو فورا منتقل کرد به اروپا البته مانعی نداره چیز مهمی نیست میشه این کارو کرد پس من بلافاصله ترتیب این کارو میدم فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که کسی از این ماجرا بویی نبره ممکنه به گوش پدر بیمارش برسه بقیده من بهتره همینطور بی سر و صدا اونو منتقل کنیم اروپا زنش هم همراهش میره اصلا اونو داشتم برای معصب به اروپا سلام علیکم و علیکی سلام موسیقی خان ساشمی کجای مدین هستم این 3 ماست که بنده و جنابانی شدیم جن و بسم الله بابا چنگی قاز بگیم که قابلی نداره بالاخره یه روز جونت بالا میاد خب میاریم میگی بیشی حالا بیشی میرم میتونی بیشی از این یا نه اخیش خب رفیق قدیم ببینم اون برا چه خبره لطیف تو گردن من خیلی حق داری بله تو اگه نبودی اون ابرام میگذشت 2-3 سالی ما رو راهی اولفتونی کرده بود خب ولی چی شده اومدی قرض مرزت بدی آره ببینم پول مولی که آره پول مولی رسیده اما بالاتر از پول یه خبری هم هست که اومدم اونو بهت بگم او چه خبریه عشقی جناییه جناییه آره امروز صبح ارباب تصادف کرد ما نه نمو. اما فکر میکنم چشماش زرد دیده باشه نفهمیدم این زرد کجا بود که صاف آره دیده. اما خبر مهم این نبود نه تازه خبر مهم این نبوده ببینم لابد میخوایی که دست پاشم کنده شده و افتاد تو بیابون آره نه نه اون اکبر ولی اون ایرج رفیق اربابت به اسمی که میخواد اربابتو بفرسه اروپا 5,000 تومان به من داد تا با آمبولانس اونو بردم توی خونه ای خونه هاش اونجاست هیچ کس نبود خودم کمک کردم تا بردمش تو خونه خوابوندم 5,000 تومان هم به من داد خیلی خب بسته بابا حال نمیخواد اینقدر 5,000 تومان تو بره خما بکشی فقط دعا کن که یه وقت خرج دوا درمون خودت نشی نشو چیزی نیست تو مگه عقلی کم شده گفتم که از جو تکون نخور آره حق با توه من نباید حرکت کنم اما حسنم سر رفته خب میخواستی سب کنی تا من بیا باشو عزیزم مثل که نباید یه لحظه از تو قافل بشم یواش احتیاط کن دکتر جون قرض از مزاحمت این بود که بنده خیلی دلم حتی شوروا نگرد میخواستم بدونم واقعا چه بلایی سر هر بار وقتی من اومدی یا نمیده چیز مهمی نبود یه ضربه به شریان چشم ایشون وارد شده بود که با عمل جراحی مختصری خوب میشد اصلا به نظر من اونا بی خود ایشونو به اروپا بردن هرچند که به خاطر پدرشون این کار بد نبود اما این عملو میشد همینجا هم انجام داد خیلی متشکرم دکتر جو از محبتت ممنونم شرمندم که جان تو قربونت برم لطفا اگر کاغذ می‌نویسین سلام منم به ایشون جاش میگم من چی می‌رسه به جون تو سلام می‌رسونم این کتو کلوفتی قربونت من خواهش من خدا حافظ خدا حافظ برو برو من مثلا شب چیش میشه عمل نمی‌کنن اینقدر عمل نمی‌کنن تا کوشه حالا دیگه خود ایرج داغول چک میکشه و امضا میکنه آدم ایرج مگه رفیق اربابت نیست رفیق خودمه بابا اربابمونو باید برم سراغ پلیس چرا آخه در اون صورت پای منم میاد وسط اونم بعد از قضیه افرامبی گذشت منو بود توفیه پکش سوخت خوب پیداش کردم ابرام بگذشت این کار اونه باید بریم سراغ ابرام بگذشت یه گذشتی بکن و خلاصه این موضوع رو حلش بکنه برو بریم برو بریم بده شکسته نیه احتیاطی کن باشه ای خدا مردیم از خستگی ابرام تو رو خدا این لعنتی رو پسش بدیم آخه میخواییم چیکار هنی
کافی دکتر از آشم که میکنه توی ها خود این طرف این خیالش نیست این یکی شورشو میزنه ازا پامه بیرسه به تیرون بیدینه با همین صندوق شکسته و قابلمه خورده پس چه زندگی مشتی و قشنگی راه میزنه باره بابا دلت خوشه تو هم اینی هرچی خرمالی رو دوش من مادر مرده یا علی بیا این آره بگیر که خسته شده زود باشی سلام و زهر حلاهه چی گفته بود دوباره اینجا پیدا چه؟ باید خانم هر چی که دیرت میخواد بگو تو حق داری بلا من و اربابام خیلی به تو بد کردیم اما میدونی اما بابام بمیره از دو تا چش پور بشم اگه بخوام دروغ بگم هیچ کدوم از کارمون از روی قرض مرض نبوده هیچ کنو پور کرده بلا خدا الهی راست راستی کورش کنه بی خاصیت پر رو من هم اومدم اینجا که همینو بهتون بگم دیگه خدا راست راستی اون بیچاره رو کورک کرده یعنی کور کرده اینم یه کلکی جدیده بله آقا شرط میبنده اون کی شرط نه ابرام کلکی بی کلکی رفیق به علی باب تو دندونه های تماشو بکن و بلنده تو ست لاشقل این خانم صاحبی داره راست بگو چه بلایی سرش اومده اون همون روزی که شما اومدین شرکت و با اون وزفتی تصادف که کور شد این هم کلک دیگه است اگه ما افتوه دوزیم اینا کانگستر هست صاحب کن آقا جون بذار ببینم چی میگه ببین داره خره این دی خاطیه تو قزمی چی میشی میدونی اون چشماشو با یه عمل جراحی به دست میاره اما نمیدارن اونو توی اتاق حبسش کردم به این قدر محمدی اگه بخوام دروغ بگم آقا چجوری بگم زنی که برا میدنی آتیش زدن به مالش داری دیر میشه به خدا اگه هر چیز اونتر عملش نکنن کور میشه برنا آره این راست میگه من میدونم که راست میگی دیشب تو خواب دیدمش افتاده توی چایی منم بالای کرده بودم اون بهم التماس میکرد بیارمش بیرون دروغه اینا تو خبر نخوابم قبول نده چیکار باید بکنم آقا بچه‌ش اینجا رو یک چشم پریش دوست بیری داشت و بایشی ماره ماره مولک خیخی نخی نیمی پتن Watch it, watch it. Come on, come on, come on. بجم سخت بیم بلا سخت بیا 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 خدا بگم 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 چشیدی به تو تلویزی کنی خاطر با آبروی مردم چیزی ببینم چی؟ اون زن اربابته نه؟ نه 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 اون زنش نیست اون معشوقه یه جه رفیقشه که خودتون دیدینش اون سعی میکنه که این پدر سوختر هر طور شده ببندی بریش اربابم تو علاقت پاک کن بی بخواهر پاک بستای اتاقش اینجاست کجا کیه؟ بیشی بگو کیه؟ گفتم کیه؟ کسی نیست، داخل آدم نیست منم ارباب لطیف لطیف خواهش میکنم بلند حرف نزنی من دوزدکی وارد شدم ارباب برای چی دوزدکی لفت میدونی؟ ببینم مگه تو تهران نرفتی؟ تهران؟ آره ایرش به من گفت تو رفتی تهران دروغ گفتی شما اینجا حبس من عمل چشم شما را عقب میندازن شرکت رو دارم قارت میکنم چی داری میگی؟ راست میگه من چیز
خیلی بهش زده، تمام شهر رو زیر پا گذاشتم، انگار آب شده و رفته تو زمین. حالا چی کار میخوای بکنی؟ نمیدونم، دارم دیوونه میشم. من میترسم ایرج. برای چی؟ نمیدونم، ولی آخه اون چطوری میتونه بره بیرون و گم و گور بشه؟ حتما باید دست کسی دیگه هم تو کار باشه. ها، راست میگی. تو این چند روزه لطیف پیداش نیست. لطیف؟ آره، باید کار خودش باشه. چی کار میخوای بکنی؟ حالا میفهمی. الو، بگین کاظم با من صحبت کنه. این غیر ممکنه لطیف، ایرج هیچ وقت به من نارو نمیده. دیدی که چطور با چشمایی تو بازی کردن؟ از یه عمل کوچیک جراحی دریغ کردن. نه، ایرج قصد داشت منو بفرسته اروپا. بله، اون در واقع شما رو همین الان فرستاده اروپا و خودتون خبر ندارین قربان. تمام کارمندای شرکت خیال میکنن هستاری همین الان در اروپا تشریف داریم و با زینت خانم مشغول تماشای گاوبازی اسپانیول هست. بله، تازه از اون گذشته، اون داره پولا رو بالا میکشه، اون وقت قصر داری پایین میکشه. آخه چرا لطیف، چرا؟ خرموفتو همه میخوان سواره بشن. خدا این همه پول داده به این دست پاچه لفتی ها، خب اونم وقتی اینجوری میبینه سرشو کلا میذاره. خیال میکنی همه مثل ما اصل و نسب دارن که چشمشون به مال مردم نباشه، فقط به پولشون باشه، مگه نه؟ من از همه شما هم متشکرم. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم، هنوز نمیدونم، نمیتونم این همه نامردی رو باور کنم. دلم میخواد با چشمای خودم ببینم چون اونا چیکار میکنن. خب اینی که کاری نداره، کور از اونجا آمدی نابینا از اینجا میری؟ یعنی میشه؟ چرا نمیشه هنی؟ این بهترین کاره. میخوای برگردی پیش اون کسافت ها؟ آره، میخوام این کسافت ها رو خودم از نزدیک ببینم. بلکن نیست، بلکن نیست. میخوام این لجنزاری رو که شماها میگین خودم ببینم و باور کنم. ولی چطوری، چطوری برگردم که اونا شکر؟ لایه یافتم، پیدش کرد. اونا نمیتونن از این شهر رفته باشن. چرا میگین اونا؟ آخه به چه دلیل اونا با هم هستن؟ بله. چی؟ بله بگیم فورا بیا تو. خود احمقشه. ارباب خودم سمبلی بلیکم. سره میشد یه خبری بدی، اجازه ای بگیری. خب برای همیشه فداتشم عرض کردم که شرمندم. من وقت شرمندم دیگه شرمندم. خب حالا چی میگی؟ ببین هیچی قربان، بنده شرمندم اومدم ببینم شما چی منده این. این دفعه گذشت، اما از این به بعد آبم میخوای بخوری باید به من خبر. بله بله قربان، چشم. پس اگه اجازه بفرمین امروز در مرخصی اجباری باشم و از فردا صبح اول وقت بیام حضورتون در خدمت جناب عالی بشم. خیلی خوب، خیلی خوب، میتونی بری. قربونت. به ایران حال دوست خوشجنسش دوخته بود، به اتفاق چند تا از اوباش ناتورتر از خودش شتاب زده به محلی می آمدن که دوست خوشجنسش آنجا بود. آنها آمدند 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 تا اینکه به چیز رسیدن که محل تقاطع رسیدن. سری دراهی که رسیدن، دو نفرشون در کاشنه در ظاهر شدند و آمدند به تو. به تو منوچهر، تو اینجا چی کار بود؟ این صدای ایرج بود. آره منم ایرج. این چه بساطیه، تو اینجا چی کار میکنی پسر؟ بالاخره پیدام کردی. منو چرا، تو مگه دیوونه شدی؟ زینت، همش تقصیر این لطیف بود. مرد حسابی، این چه بساطیه که را انداختی؟ به اون کاری نداشته باش ایرج، این خواست خود من بود که بیام سراغ لطیف. آخی چرا، مگه ما به تو چه بدی کرده بودیم؟ هیچ، اما من دیگه تحمل اون وضع نداشتم، دیگه دنیا بدون چشم برای من ارزشی نداشت. برای موتور معالجه میکرد، تو قرار بود بری اروپا. نه، من میدونم که شما این حرف رو به خاطر دلخوشی من میزنید. من دیگه هیچ وقت خوب نمیشم. منم همینه. خب بشو، چش بشو، بلند شو، بلند شو، بچه نشو، منوچهر. من همین هفته تو رو میفرستم اروپا، زینت هم با تو میاد. نمیدونی چقدر دلم برات شور میزد منوچهر. بلند شو، بلند شو، بلند شو، بلند شو، بلند شو. دیدین چه جوی نقشتونو به هم زدن؟ راست گفتن، از قدیم گفتن زاغولی اصلا بچه رو تیره. الو، خواهش میکنم بس کنید. الو، قربان سلام عرض میکنم، بنده ایرج هستم، به مرحمتون بد نیستم. بله، منو چه میخواد با شما صحبت کنه؟ یه لحظه گوشی حضورتون. منو چه جان، بیا با پدرت صحبت کن. متشکرم.
بیا. هلو هلو آقا جون سلام، حالتون چطوره؟ بله میدونم درسته. زینت اونم خوبه، همینجا پلوی من وایساده. خواستم حالتونو بپرسم، اگه با من کاری ندارین خدافظی میکنم، اونم سلام میرسونه. حالشون خوب بود منو جایی؟ آره حالشون خوب بود. من خیلی خسته هستم زینت، میخوام بخوابم. عزیزم اگه با من کاری نداری برم بخوابم. نه کاری ندارم، برو بخواب. شب بخیر. شب بخیر. منوچهر خان، یه سندی هست که باید امضاش کنی. سند؟ میخوام بگم که من از اروپا رفتن منصرف شدم. من اروپا نمیرم. چرا؟ نمیدونم، فقط دلم نمیخواد دیگه اینجا بمونم. همین الان ماشین آماده کن، بیا اینجا کارت دارم. خیلی خوب، هر کاری داری بزن زمین، فورا حرکت کن. جعفر ما رو بری جنی شده مگه؟ جعفر جنی. بله آقا جان. گوش کن چی میگم، اون ابرام بیگذشت یادت که اون شب با منکه خان اومده بود دوستی خونه شونه که بلدی نه؟ خیلی خوب، هر چی زودتر برو بهشون بگو خودشونو برسونه پیش منکه خان. خونه زینه منکه خان که اینجا نیست. چی کار داری این کارا؟ برو که دیر میشه، بگو لطیفم رفت اونجا، فوری بیاد اونجا. بگم رفت اونجا برو دیگه، این بده این فش کرده چرا فرق میذاره. این دقیقه ساکت باش، بذار کارام بکنم، بذار واسم جمع باشه. چی کار میخوای بکنی ایرج؟ هیچی، باید فوراً شهر این و لطیفه فوزون راحت بشیم. کازه منتظر ماست، لطیفه مران دیگه میرسه. زنگش برمه که زنگ زده است. بیچه دونم بسید جمعه. منم باز کنیم. شما سلام، حالتون چطوری؟ چجا بزن کرو من که خان بودیم. برو تو. چشم برو تو. خوب برو تو. یالله چرا همچی میکنی؟ من دیگه گرم میرم دیگه. چرا خوب من که خانی بیشنه به چه روزی انداختم خفه تو. خیلی خوب چشم بری مثل که خواب. ماشین ایرج کجا هست؟ من میشه خانون لطیف کجا هستن؟ بخواست بگو ببینم کجا هستی تنه؟ والله به خدا من هیچی نمیدونم. نمیدونه؟ فکر میکنی باید باهاش چی کار کنیم تو اونه؟ باید موغورش بیاریم. قربونی چاکی درنت بیاد تو بله متابل مغور لطیف بیاریم. بعد از کنی فشار و ماشا بلخره به مغور لمیاریم. آبا کن لقوم بکن که مکن لقوم بزن دکتر جان تو باشه هر تو بزن هر تو بزن تو خدا میگم باری کلا حالا شدی بچه یه خوش حالا میگه تو کنن چی بگو کنن چی بچه بیارمشون بیرون تو صندوق عقبه. یا
یواش بابا یواش. تکون نخوری ناکتا بیزارینه شد زمین. اینجا چشون هشین هست اقداماتی داریم ایچی که ما بیرم بسیاری که ما بریم اقداماتی شیری که باریم اینمه دادم و نذاشتم که طولش بشه. دستت بیدی من آبه جی. یادت باشه که از این به بعد به ما نگی ابرام بی گذشتی. چقدر آرزو به دلم مونده بود که یه دفعه به من بگی با گذشتی. خوبه استشکال نداره ما گذشتمون زیاده. ایشالله که به پای همه پیر بشین و خوشبخت باشین. خب ما هم دیگه با اجازتون میریم. خداحافظ دوستان حلالمون بکنین. صدام نکن که بری نمیگردم. میرم دنبالت بری میگردم. ابرام!
ابرام بی ابرام. هن. تو کجا ماشین را تفار کردم به مرگ تو. بیا کلاتم نجات دادم آوردم. باری کل الله باری کل الله سبری کن لطیف. موشی کن چی میگم از دینی بی بدی سعی کنید دیگه هیچ وقت مزاحم اونا نشید. آخه ما که با این سر و ریخت قیافه به کلاس اونا نمیتونیم. اونا باید با هم باشن و من و تو با هم بریم دنبال یک کس بکنیم. دهنتو ببین دوزدی بی دوزدی آبی بکش. دوزدی بی دوزدی؟ آره اونطوری که خوبیست. برو صداشون کن نظر برن خواهش میکنم. میگم چطور بیم گدایی؟ گدایی؟ Ya şu tutunemedi de manne.